آبادی ورودی کالا به کشور. روزانه 600 تا 700 کانتینر تنها از این بندر ترخیص می شود. در مقابل آن واردات چند ده میلیون دلار قاچاق به کشور هم وجود دارد. تشخیص کالای اصیل از کالای فاقد هویت در این حجم با کنترل های سنتی دیگر ممکن نیست. با احتیاط لازم. بارتون چیه؟ ظروفه. هر شناسه کالا وصل هست به یک شناسنامه. این تدبیر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 11 گروه کالایی است تا تجار با مراجعه به پورتال صنعت با گرفتن کد شناسه و یا ارائه کد جهانی قلم کالای کشور مبدا کالاهایشان شناسنامه دار شود. تکمیل این فیلد ها و ثبتش منجر به این عددی خواهد شد که ما بهش میگیم شناسه کالا. این فیلد ها به ما کمک میکنه که تعریف مشخصی از یک قلم کالا رو در داخل کشور داشته باشیم. کد شناسه در حکم شناسنامه کالاست و باید در تمامی مراحل تجارت ملاک عمل باشد. وقتی کالا وارد گمرک شد، بعد از اینکه مجوزهای لازمه برای در ترخیص رو اخذ کرد که این مجوزها تقریبا به صورت یک گواهی که تایید میکنه شناسه ها رو به گمرک واصل میشه و گمرک هم وفق مقررات قانونی مجوز ترخیص این کالاها رو صادر خواهد کرد. کد رهگیری مکمل کد شناسه است و در حال حاضر برای دارو، سیگار و تلفن همراه اختصاص یافته. ما امروز میتونیم دقیقاً در کشور رصد بکنیم که از این قلم کالا چند تا وارد شده و در کدوم پروسه از زنجیره تامین حضور داره یا حتی در دست کدوم مصرف کننده نهایی هست. شفاف سازی و روان سازی میکنه شبکه توزیع رو و هویت میده به تجارت رسمی کشور. به زبان ساده تر در این طرح به تمامی کالاها در همان مبادی ورودی به کشور کد شناسه ای الساق میشود که کالاهای شناسنامه دار را از غیر آن تمیز میدهد. شناسه ای که روی جعبه ها تعبیه شده، شناسه ای که روی پاکت ها تعبیه شده قابل استعلام و بر اساس پاسخ استعلام اون استعلام کننده با توجه به نقشی که داره بازرس مصرف کننده نهایی متوجه میشه که این بسته یا این کالا قاچاق یا غیر قاچاق. بعد از کار ثبت کد شناسه قرار است تا یک سال آینده کد رهگیری برای 402 هزار قلم کالا هم تعریف شود تا حسابشان از حساب کالاهای قاچاق جدا